در همین زمینه با گیتا آریان در وزارت خارجه ارتباط داریم. خانم آریان، آیا این امکان وجود داره که آمریکا به خاطر کره جنوبی هم که شده برخی از تحریم ها رو لغو کنه؟ خیلی بعید میرسه. موضع آمریکا این هست که هیچ اقدامی نمیکنه در این زمینه تا اینکه کره شمالی به طور کامل و به طوری که قابل راستی آزمایی باشه تمامی توانایی های اتمی خودش رو کاملا برچینه و از بین ببره. این مطلب رو آقای پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش هم باز در یک مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا تکرار کرد و گفت نه تحریم های اقتصادی و نه تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی برداشته نخواهد شد، مگر اینکه این عمل، این خواسته بین المللی در واقع عملی بشه. آقای پامپئو خب تماس بسیاری با مقامات کره شمالی داشته، از دیدار با رهبر کره شمالی بگیریم تا مقامات دیگر، و بارها اخیراً در محافل مختلف هم گفته که کیم جونگ اون به او قول داده که توانایی اتمی خودش رو برچینه. همینطور به پرزیدنت ترامپ قول داده که تمامی اونها رو از بین ببره. حالا مسئله سر این هست که بعد از این، خب این طبیعتاً باعث این شد که آخرین ملاقات در هانوی متوقف بشه. حالا مجدداً کره جنوبی پا پیش گذاشته بیاد میانجیگری کنه، چون به هر حال ادامه این روند مذاکره به نفع کره جنوبی هم خواهد بود. قرار هست در واقع همین الان آقای رئیس جمهوری کره جنوبی با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار داره میکنه در مهمانخانه کاخ سفید. قرار هست که با آقای پنس معاون رئیس جمهوری و همینطور جان بولتون مشاور امنیت پرزیدنت ترامپ اول دیدار بکنه و بعد از اون با پرزیدنت ترامپ. افشار، ممنون از گزارش شما. گیتا آریان مستقیم از وزارت خارجه.